دیگه سرمون کلا نره، کلا سرمون نذارن. یعنی این آغاز یک برنامه که میخواد بره که یه موقع نرید به احمدی نژاد رأی بدید، مثلا برید به ناطق نوری یا به رفسنجانی یا مثلا به خاتمی یا موسوی، به هر کی رأی بدیم بهتره که به اون بدیم. و از این سیابازی ها، از این 30 سال رژیم و همین کره خرانی گرش داشتن. اگر به یاد داشته باشید، من به یاد دارم، همین تیر خلاصنه، همین هزار تیر، همین بوزینه، همین آدمکش احمدی نژاد که هولوکاست رو دینای میکنه، میگه اسرائیل رو از روی صفحه جهان، از روی زمین باید محوش کرد، همین ابلهی که، همین جانی که، همین جنایت پیشه‌ای که علنا داره دنیا رو به مخاطره میندازه، داره ایران رو به یک جنگ بزرگ و به دنیا رو به جنگ جهانی سوم میکشه، با حمایت از حماس و نمیدونم الجهاد و حزب الله لبنان و مقتدا صدر و آدمکشی و تروریست پروری و پول و اسلحه این بر اون بر فرستادن. خوب به یاد داریم احمدی نژاد و اون کسانی که او رو از پشت ساپورتش میکردن، حواشو داشتن، پشتش رو داشتن، با شعار میشود و میتوانیم پای به انتصابات ریاست جمهوری در تابستان 1384 2005 میلادی گذاشتند. واقعا هم تونستند، توانستند آنچه را میخواستند با زور سپاه و حزب الله و دانشجویان خط امام و آدمکشان انتظامیشون، با فرمانداری نمیدونم نظامیشون، شهردار تهرانشون و تمام وزیر کشورشون و این گونه مسائل حرفشون رو به کرسی بشوند و ریاست جمهوری انتصابی سید علی شیرعی خامنه ای رو، احمدی نژاد رو بر رقبای مصنوعی و تصنعی و بازی های حکومت اسلامی و جنگ های حیدر نعمتی و دروغین به کرسی بشونن، به ریاست جمهوری بذارنش و شدن رو، توانستن رو نیست، به اعتراف خود سران مافیایی این رژیم همچون یک دزد بیشرف و بیناموس مثل رفسنجانی و کروبی و خاتمی و همچنین نامزدهای ناتوانی چون معین و غیره مدیون اقدامات اونا، اینا میگن، میگن انتخاب شدن احمدی نژاد یا انتصاب احمدی نژاد مدیون اقدامات سازمان یافته سپاه و بسیج و تقلب‌های گسترده‌ای بودند که از آن پس خواب رو در تمامی رأی‌گیری‌های آینده تا زمانی که جمهوری کثیف و خونخوار و اشغالگر اسلامی باقی است بر چشم همگان و به ویژه نامزدهای این مراسم حرام خواهد کرد. ولی آیا اون شعار احمدی نژاد و دار و دسته آدمکش سپاه و شهردار تهران در اون زمان و تمام اون حرامزاده بازی ها و میلیارد ها میلیارد تومن پولی که خرج کردند، باچه‌ای که دادند و به هر جهت شعار می شود و می توانیم، آیا واقعا شد و آیا واقعا توانستند؟ روی سخنم با شما بوزینه هاییست که الان تقسیم بندیتون کردن، پخش و پلاتون کردن تو رسانه ها و دارید آماده میشید یک بار دیگه به ملت ایران خیانت کنید. برای پاسخ به این پرسش نخست باید دید این شدن و توانستن از جانب چه کسانی مطرح میشه و برآورنده انتظارات و توقعات کدام گروه های اجتماعی است. شعار احمدی نژاد که گفت میشود و میتوان، چه چیز شد در طول 3 سال و نیم گذشته؟ چی انجام شد؟ چه چیزی رو توانستند به کرسی بنشانند؟ 260 میلیارد دلار دزدیده شد تو این 3 سال و نیم؟ بگیر و به بندها، اعدامها، خفقان، روب و وحشت، جنایت، شکنجه، ارعاب بیشتر شد؟ کسانی که توانستند انتخاب خودشون رو شدنی کنند با چه هدفی رقبا رو از میدان بیرون کردن؟ رقبا منظور همون شریک جرمهای خودشون، همون دزدا، همون قاتلا، همون بی پدر و مادرهایی که گفته بودن دیگه تو این 4 سال نوبت شما نیست، برید
تو مناسب منصب های دیگه ای که براتون تعیین شده بشینین تا دوباره این سیرکلیشن دور بزنه. اگر هدف و مسئله تنها بر سر ریاست جمهوری فرد ابله بی سواد جنایتکار هزار تیری به نام احمدی نژاد می بود، واقعا هم شد و اونها تونستند او رو بر کرسی ریاست جمهوری انتصابی خودشان بنشانند. لیکن گمان نمیشه، گمان نمیره که در هیچ جای جهان کسانی بخواهند مقامی را قبضه کنند صرفاً به این دلیل که آن مقام را قبضه کرده باشند. یک سری مسائل، یک سری اهداف، یک سری مسائل باید با قبضه شدن اون پست و مقام احراز بشه، به دست بیاد، پیش بره. آنها قطعاً از به دست آوردن این مقام و قدرتی که به سبب اون حاصل کردند به دنبال چه هدفهایی بودند. کسانی هم که با شرکت کردن در رأی گیری ها و مردم رو به صف رأی گیری ها کشاندند چه فکری می کردند که با آرای خودشون و یا با آرایی که دارن جمع می کنند و این افراد رو به مقام ریاست جمهوری یا وکلای مجلس یا تشکیلات دیگر میرسانند؟ اونایی که میگن برید رأی سفید بدید، اونایی که میگن برید به زنا رأی بدید، اونایی که میگن بین بد و بدتر کی رو انتخاب کنیم، اونایی که حالا بعد از 30 سال رسیده به این که بین بد بد بدترین تا بد 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 بدترین کدام را انتخاب کنیم، مشارکت کنیم در اوضاع و احوال زندگی آیندهمون، مشارکت کنیم هر روزاد بازیایی که میکنند. اینکه انتظارات رأی دهندگان با اهداف به قدرت رسیدگان تا چه اندازه همخونی داره بماند، ولی اینکه احمدی نژاد رئیس جمهوری شد و حامیانش تونستن قوه مجریه رو هم مانند قوه مقننه و قضاییه در اختیار خود بگیرد، تا به امروز با پشتیبانی همه جانبه اون چلاق اولاغ شیر ایست علی خامنه ای و تأمین به عنوان رهبر سیاسی مافیای حکومت اسلامی، رهبر مذهبی جمهوری اسلامی و با هدف بازگشت به آرمانهای جنایتکارانه سالهای اول به اصطلاح انقلاب شکوهمند اسلامی و تأمین اقتدار حکومت در داخل و خارج توضیح داده میشه. اگر احمدی نژاد رو آوردیم، اگر همه تخم مرغامون رو توی کاسه گذاشتیم، صرفاً برای هدف بازگشت به آرمانهای انقلاب اسلامی و تأمین اقتدار حکومت در داخل و خارج، در حالی که اصل واقعیت این بود که با آوردن احمدی نژاد و به اصطلاح حکومت نظامی که سپاه کرد و در واقع تقسیم قدرت شد و در واقع مافیای سپاه و مافیای نیروهای انتظامی یه پاسدار تیر خلاصن بی پدر و مادر رو در رأس کار گذاشتن، خفقان و روب و وحشت و بگیر و ببند و تاراج اموال ملی و بست و توسعه تروریسم در یک نهایت به مراتب بالاتر پیش بردن و این گونه مسائل بود. برای که در درون مردم به اینجاشون رسیده بود دیگه، میخواستن طغیان کنن، باید خفقان و روب و وحشت و بگیر و ببند و ضرب و شتم و این گونه مسائل رو باید یک حکومت نظامی تشکیل میدادن، در برون هم باید به ابرقدرت ها و ارباباشون نشون میدادن که ما دیگه اون نوچه تو سریخور بی پدر و مادر حرومزاده 30 سال پیش نیستیم، ما الان میخوایم یه چند تا جفتک هم بندازیم، ما هم دیگه میخوایم یه مقدار خودمون باج بگیریم، میخوایم در دنیا یه مقدار نوچه از خودمون داشته باشیم. خوب توجه، همه قضیه همینطور که من همین زبونی که من دارم بهتون میگم. نکته اما در اینجاست که اگر خود انقلاب اسلامی و پیروزی اون با قاطعیت، با اکثریت قاطع مردم گول خورده و مدهوش و روشن فکران نشعه ما همراهی شد، با بلاهتشون، با عقده و حسدشون، با ندانم کاریشون، با وابستگیشون به کشورهای خارجی همراه شد و همین نیز سبب اقتدار و اهمیت این آخوندهای پس